سلام دوستان عزیز، من نظیر عظیم کریمی باز آمدم به وزارت خارجه تا خبرنامه امروز با نظیر کریمی را خدمتتان تقدیم کنم. خب اول خوب بیاین که یک مکسر 77 اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد کنیم که هفته قبل شروع شد و تازه دیروز ختم شد. مسئله جنجال برانگیز عدم اشتراک هیئت افغانستان بود. اگر هیئت می بود چای زنها در ترکیب نبود. موضوع دوم انصراف آقای فایق سخنرانی در سازمان ملل بود که حاضر نشد که سخنرانی را کنه بنابر دلایل رسانه ها به قول خودشان مصاحبهشان را تعریف کردند. به خاطر ندادن بیانیه یا سخنرانیشان دلایل گوناگون آوردن که خود آقای فایق گفت اصل دلیلی نیست، اصل دلیلی بود که من یک بیانیه بسیار مفصل تهیه کرده بودم. شورای امنیت سازمان ملل متحد معتبرترین مرجع است که او بیانیه را دیروز قرائت کردند و مسائل داغ و مهمه که کشورهای بزرگ که تصمیم گیرنده هستند حاضر می باشه سلا دیده بود که سخنرانیش در شورای امنیت باید قرائت شود، خودشان هم طور لازم دیده بودند. دلیل دیگه را که آوردن دیروز بود نوبت سخنرانیشان به تاریخ 27 که تقریبا تمام ایتهایی که آمده بودند دوباره رای کشورهایشان شده بود. گفت ما برای چوکی های خالی و برای تالار خالی. راست میگه، آدم از اوزار یا از شنونده یا بیننده انرژی میگیره در یک سالون بی سر و بی پای که هیچ کس نیست. درست است که بیانیه ثبت میشه به سهم یا به توجه کسایی که تصمیم گیرنده هستن و میبینن میرسه، اما یک تعداد نفر هم باشه یک مقدار این هم رول داره که در مقابل کی نشسته، کی میشنوه، گوش شنوا و چشم بینا است یا نه. خودشان این دلیل آوردن، اما رسانه ها گزارشات پخش کردن که گویا عامیان طالبان بالای آقای فایق فشار آوردن که بیانیشان ایراد نکنه. آقای نصیر احمد فایق قسمه که آقای سعیدی معرفیشان کردن از یک خانواده روشن فکر، پدرشان یک مبارز بوده، پدرشان یک دیپلمات بوده، گذشته از او آدم صادق بودند. شما دیدین که با صراحت از امو تریبیون از امو شورای امنیت سازمان ملل متحد صدا زد که تمام مفسدی نظر گروه است، هر تبار است، قوم و هر مذهبی که هستند که به افغانستان خیانت کرده باید حسابای بانکی از اینا بسته شد و حق مردم خوردن حق به حقدار پس برسه. و صحبت هایی که در ظرف یک سال شما حضورشانه از اجلاس شورای امنیت دیدین که به کرات و مرات صدا بلند کرده بر مسدود بودن مکاتب، بر اعاده حقوق زن و در هر عرصه. حالا یک کسی که به قول خودش نیم معاش داره چی مکلفیت داره؟ آفرینش کمی چوکی رو به زور توانایی و دانش خود نگاه کرد، نه به کدام جهت جنگ سالار است، نه مجاهد است به قول خودش، نه طالب است. ایواز که تشکر کنیم، ما مردم عزیزا یک عادت داریم که زحمات کس را در نظر نمیگیریم. در یک کشمش خوش هستیم، یک نخوته که از پای شما گرفت خفه میشیم. حالا ببینین اول دور نه نزدیک، من دمی پنج روز میرفتم میدیدم که آقای فایق اگر سخنرانی نداشت در اجلاس بسیار معتبر شرکت کردن که من بعضی از اون ثبت کردم پیدا کردم بعضش نه، اما در اجلاس بسیار معتبر شرکت کرد، با وزرای خارجه، با سران دولت های مختلف دید، صدای زن افغان رساند. اعتراف نبود که آقای فایق در این اجلاس خاموش نشسته. خودش امیر سلا دید که بیانیه را در حضور اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد که جلسه مهم از دیروز بود قرائت کنه. این بسیار مؤثرتر است تا ای که در یک تالار خشک خالی و بدون آدینس قرائت کنه. بازم مسئله خودش است، اما کارکردهایش از دید من به نظر یک خبرنگار بی‌طرف قابل قدر است. و همچنان در حاشیه اجلاس من سر رؤسای جمهور صدا زدم، صدای زن افغان بلند کردم. شما دیدین که با رئیس جمهور ایران گفتم مهاجرین ما را نکشین، گفت نمیکشیم، که خیلی خبرساز شد. از همه شما تشکر. بلبل به فغان و سنبل به خاموشی، هر کس به طریقی که توانست ادا کرد. شما با استفاده از صدای ما و صدای صحبت آقای رئیسی به هر ترتیبی که شما درست کردین سر رئیس جمهور ایران آقای رئیسی صدا کردم که مهاجرین افغان آزار نتن نکشن، گفت نه نمیکشیم. از بس که عادت دارن به کشتن گفتن نمیکشیم. یک مسیج بسیار زننده بود، یک پیامی بود که به اصطلاح از بسیار کنفرانس ها و مصاحبه های اختصاصی کردم، من فکر میکنم که تر یا تاثیرش زیاد بود. شما هم علاقه گرفتین یا به نوع تمسخر یا ریشخند یا نیشخند یا واقعا به دلتان شیشت. واقعا مهاجرین ما در ایران وضعیت بسیار ناگوار دارن، اگر نکشتن کشتن هم. یادتان است که مهاجرین افغان گفت آب بیار که سوختم، آب بده که سوختم. بر صورت رئیس جمهور ترکیه را عین خواهش ازشان کردم، یک صدا بلند کردم، صدای افغانستان به توجه جهانیان رساندم. به همین ترتیب صدر اعظم جرمنی را دیدم، به همین قسم سرمنشی ناتو را دیدم که از وضعیت زنهای افغانستان، خانم شیخ حسینه صدر اعظم بنگلادش را دیدم که خودش یک خانم درد دیده است. شما دیدین که یک خانم پیش به اصطلاح ده مرد دیپلمات به تعقیبش
خانم اتر اداره میکنه. مصاحبه اختصاصی با خانم شیخ حسینه داشتم و همچنان مصاحبه مرا با بلاول بوتو وزیر خارجه جوان کشور پاکستان دیدن که یادآوری کردم که من مادر شما را مصاحبه کردم با توجه به اینکه مادرشان با وجود آورده گروه داعش بود. گفتم که مادر شما به درجه صدر اعظم رسید و اینجا میگن که این خانم باس است یا رئیس است، ولی در افغانستان چیز شما سالها طالبان را در دامان کشورتان تربیت دادین و امروز آقای شهباز شریف نیست، میگه که افغانستان مد یا خانه امن یا جای امن برای تروریستا است. همچنان در سخنرانی شهباز شریف شرکت کردم که با پرویی گفت که افغانستان لانه امن تروریستا شده. خب امی تروریستا از پاکستان آمدن، شما طالبان را اونجا جای دادین، طالبان هم گیر شما بود یا است. سخنان زد نقیز به تعقیب از او فورا خودم به بلاول بوتو وزیر خارجه رساندم. تقریبا دیدین که قارم کردم که یک سوال که 6 جز داشت از وزیر خارجه مطرح کردم، جوابای خوب داد، گفت به زودترین فرصت مکاتب باز میشه، یعنی فشار میاریم سر طالبان. به امی ترتیب مصاحبه ترتیب دادیم، راپورتاژ بسیار مفصل از 5 روز اقامتم در شهر نیویورک در مقر سازمان ملل متحد آماده ساختیم که کدام خدمت شما تقدیم میشه. و خبرهای داخل افغانستان هم چندان خبرهای خوشایند نیست. تخار شما میبینین که ناقلین آمده اونا را از خانهایشان بجا میکنه. وضعیت مکاتب هنوز خراب است با توجه به اینکه آقای شیر عباس استانگزای معین وزارت خارجه افغانستان با تمطراق همیشه میگه که مکاتب واس کنین، طلب علم به زن و مرد فرض است، زنها و دخترای افغانستان حق دارند که مکتب برن. اما یک گروه دیگه طالبا میگه نه، رئیس الوزرا میگه تا که من زنده هستم دختر به مکتب رفتن نمیتونه. من نمیفهمم که تناقض در گفتار از یا دو دستگی یا چند دستگی شان نشان میده. اختلاف دارن با پاکستان، اختلاف دارن با خودشان، اختلاف دارن. بشر نورزایی یا بشر نورزای امر هاشد قاچاقبر درجه یک که پیش امریکایا محکوم به حبس ابد شده بود، اما شما دیدین که یا در بدل تبادل با مارک یک شهروند یا انجینیر امریکایی را شد یا معاملای دیگه بود. بشار نورزایی را شما میفهمید که بسیار پول دارست و از حامیان تروریستا بود، طالبان را تمویل اقتصادی کرده بود. حالا دیده شده که با سپردن بشار نورزایی یا نورزایی به طالبان، آیا فصل جدید یا فصل نو به رسمیت شناختن یا وارد تعامل شدن طالبان با امریکا صورت میگیره؟ یعنی کشورهای منطقه چی میگه؟ چین دیدین که در شورای امنیت بسیار با صراحت از طالبان پشتی کرد. به می ترتیب ترکیه گفت که دو طرف باید مواد توافقنامه دواره مد نظر بگیره. قطر به می ترتیب، یعنی یک گرایش به طرف طالبان هم بود و طرف دیگه و همچنان آوازهایی بود که مقاومت دوم به قیادت احمد مسعود امریکایی از رو گشتانده و طالبان به رسمیت میشناسه. با جان کوربی یک تن از سخنگویای شورای امنیت ملی کاخ سفید مطرح کردم، آقای کوربی به این جواب داد که فعلا به رسمیت شناختن طالبان روز دور است، نه تعامل نه به رسمیت شناختن. و به می ترتیب مصاحبه زیاد انجام دادم. همچنان اظهارات اخیر شهباز شریف و سایر مسائل دیگه دیده شده که با توجه به آشفته بازار وضعیت افغانستان به کدام سمت سو در حرکت است. و من مجرد که از نیویورک از مقر سازمان ملل متحد آمدم به وزارت خارجه. امروز وزیر خارجه آنتونی بلینکن با وجودی که پدرشان فوت کرده بود، یک هفته پیش ما با همتای ایندیش در مقر وزارت خارجه در حضور ما قرار گرفت، پیرامون روابط هر دو کشور و کشورهای منطقه و نقش هند با لای کشورهای منطقه و خودی ایالات متحده آمریکا در عرصه‌های مختلف صحبت ها صورت گرفت. لانه تروریستا در پاکستان یادآوری شد. من هم صدا زدم که زنهای افغانستان از شما متوقع است که بالای طالبان فشار بیارین که مکاتب باز شود. البته جریان کنفرانس امروز دو وزیر خارجه، یعنی وزیر خارجه آمریکا و هندم، به زودترین فرصت با شما خوبا قسمت میکنم. امیدوار هستم که من بعد خبرهای خوش باشه. همینطور که شیر عباس استانگزای معین وزارت خارجه طالبان گفت که مکاتب باید هر چیز زودتر باز شود، امیدوار هستم که باز شود. سیاست مدارا عاطفه ندارن، سیاست مدارا راست نمیگن، سیاست همیشه در تغییر است. حال شما ببینید که بشار نورزایی به قید ابد محکوم شده بود از طرف محکمه یک مملکت که عالی‌ترین مقام تصمیم گیرنده است. ما دیدیم که به بهانه از اینکه تبادل کردیم یا به طالبان دادیم، چی معامله بود چی پروژه بود، دیدیم که رها شد. بنابراین بیدار شویم، خود ما تصمیم بگیریم، یک حرکت را به وجود بیاریم، حرکت خودجوش باشه. شما ایران میبینید که چی حال از کشته شدن مهسا امینی منجر به یک انقلاب شد در ایران. کشور ایران شما ببینید به هزاراتن در کشورهای مختلف صدا بلند کردن که ما همه صدای مهسا امینی هستیم. ما امیدوار هستم که در افغانستان یک نظر واحد به وجود بیاید، تصمیم واحد، خودپرستی ها را کنار بگذارین، قوم گرایی را کنار بگذارین، یک دین و یک آیین تحت نام انسان بیاین که دست به هم بتیم. تا زمانی که ما شما تفرقه کنیم، سیاست های انگلیس تفرقه پرتو حکومت کرد،
اینا ما را از هم جدا میسازه و وطن تکه و پرخ جان. این بود خبرنامه امروز با نظیر عظیم کریمی از وزارت خارجه. تا دیدار بعد شما عزیزا را به خداوند میسپارم. نظیر عظیم کریمی، انکه میدیا، مقر وزارت امور خارجه، واشنگتن دی‌سی.